زکریای رازی به غیر از الکل و کمکی که به نیازمندان صنعت تقدیر کرد، آیا خیر دیگه هم برای نیازمندان و فقرا داشته؟ برای پاسخ این سوال باید بریم به اعماق تاریخ و البته بابل باستان و گزارش هرودوت. و البته در کنار این مطلب قرار هستش به روابط عاشقانه بابلیان باستان هم بپردازیم و اون رو مقایسه بکنیم با عشقبازی های اعراب بدوی و سوسمارخور. و همینطور میخوایم که تو این برنامه عمق مطلب سطحی برنامه قبلی رو براتون باز بکنیم. پس اگه علاقمند به دونستن این مطالب هستی تا انتهای این برنامه همراه من باش. سلام، من نوید هستم و با قسمت 67 از تاریخ به روایت هرودوت در خدمت شما. همونطوری که تو ابتدای برنامه دیدید، امروز قرار هستش راجع به یک سری مسائل و مواردی صحبت بکنیم که از الکل زکریا گرفته تا عمق مطالب جلسه قبلی که مربوط بود به شوهریابی در بابل باستان رو شامل میشه. پس برای اینکه وقت رو از دست ندیم و حاشیه هم زیاد نریم، سریع میریم سراغ متن جناب آقای هرودوت. خب هرودوت توی این داستانش در ارتباط با رسم و رسوم های بابلیان باستان یه رسم خردمندانه دیگه رو به ما میخواد معرفی بکنه و اون رسم خردمندانه دوم قشنگ برمیگرده داستانش به یکی از خدماتی که جناب آقای زکریای رازی کاشف الکل برای ما برمغان داشته. و حالا میریم جلو ببینیم که داستانش چیه و چطوری ما به اونجا میرسیم. خب رسم خردمندانه دوم آنان چنین است، چون اصلا پزشک ندارن، داره راجع به بابل باستان وسط عراق صحبت میکنه، ندارن، بیماران خود را در کوچه و خیابان در معرض عبور رهگذران میگذارند. مردمی که یا خود بیماری مشابهی داشته یا بیمار مشابهی را دیدن به فرد ناخوش نزدیک می شوند و تجربیات خود را در اختیار او می گذارند. یعنی توصیه های لازم و داروهایی که می شناسند که بیماری همسان خود آنان یا دیگری را درمان کرده است تجویز می کنند. یه رسمی که ما ایرانی ها حداقل باش خیلی خوب آشناییم. مادر بزرگا و مادرامون معمولا یا حتی خودمون گاهن یه مریضی میگیریم یا یه دوستی آشنا میبینیم یه مریضی مشابهی شبیه خودمون، اون چیزی که قبلا خودمون داشتیم رو داره، سریع شروع میکنیم تجویز کردن، این قرص رو بخور، این نوشیدنی رو بخور، این دم نوش رو استفاده بکن، پتو بکش رود. بعضی وقتا هم پیشنهادات بی‌شرمانه‌ای میکنیم در ارتباط با مصرف مشروبات الکلی که مربوط میشه به چی؟ جناب آقای رازی. اما حالا ربط داستان رازی با این مورد نیستش که الان گفتم، یعنی اون پیشنهاد بی‌شرمانه نیست. اما متن رو بزنید تمامش کنم این پاراگراف رو، بعد میریم سراغ پیوندش با داستان رازی. حالا میگه که هیچ کس حق ندارد از کنار بیماری بگذرد و به راه خود ادامه دهد بی آنکه احوال و چگونگی بیماری او را پرسیده باشد. حالا نکته ای که اینجا وجود داره و جناب آقای بارگه مترجم فرانسوی هم پاورقی 218 بهش اشاره میکنه اینه که جناب آقای هرودوت مثل اینکه بابل باستان رو نمیشناخته و توی اول جملهش گفته چون اصلا پزشک ندارند. این یک دروغه 100% در ارتباط با بابل باستانه، چون بر اساس اون اسنادی که کشف شده، اون گل نوشته ها و حتی گزارشات خود جناب آقای هرودوت، ما میدونیم که تو بابل پزشک بوده، زیادم بوده، ولی مسلما پزشک برای فقرا نیستش و نبوده، که این مورد در حقیقت امروز هم اتفاق میفته. یعنی خیلی از کسانی که از لحاظ مالی توانایی کمتری دارن و جزء دست فقرا محسوب میشن، از خیلی از خدمات پزشکی در دنیا محرومن. حتی در کشور خودمون خیلی از جراحی ها، خیلی از کسانی که فقیر هستن، به خاطر اینکه اون خدمات به اصطلاح دولتی و رایگان یا ارزون قیمت، خدمات پزشکی که تو این حوزه ارائه میشه محدود هستش و نیاز زیاد هست، متقاضی زیاده، به همین خاطر این عزیزان خیلی هاشون به خاطر اینکه دسترسی به پزشک در زمان لازم رو ندارن، متاسفانه دچار مشکلات زیادی میشن، که این مربوط فقط به ایران نیست، توی کشورهای دیگه دنیا، کشورهای تراز اول دنیا مثل آمریکا و انگلستان و اینها هم این مشکل و موزر رو ما زیاد شاهد هستیم،
که خدمات پزشکی عمومی که ارزون هست برای اقشار ضعیف جامعه کمه. حالا نکتهش چیه؟ دقیقا همین داستانه. یعنی چی؟ یکی این که در بابل باستان این فرهنگ خوب بوده، این فرهنگ واقعا فرهنگ خوبیه که ما هم داریم، البته ایرادای زیادی هم داره، چرا که شما برای درمان یک بیماری باید اول درست تشخیص بدین که اون بیماری چی هستش. ممکنه یه سری المانای بیماری ها با هم شبیه باشن ولی کاملا متفاوت باشن و شما بیاین اشتباه تشخیص بدین چون تخصص ندارین، کاری که خیلی پزشکا هم متاسفانه امروز میکنن، یعنی درست تشخیص نمیدن بیماری رو، میبینن مثلا آب دماغش اومده، فکر میکنه آره این مثلا سرما خورده، یه دارویی رو بهش میده که این داروه باعث میشه اون بیماری که ایشون تشخیصشون نداده بدتر هم بشه. حالا شما که تخصص اصلا نداری، این کاری که دکترا میکنن، اونی که تخصص نداره اگه بخواد راجع به این مسائل پزشکی اظهار نظر بکنه میگه آره من اینو خوردم خوب شدم، ممکنه اون دارویی که شما داری مصرف میکنی مصرفگری و خوب شدی برای یه بیماری دیگه بوده و تو نتونستی درست تشخیص بدی. حالا اینو بذاریم به کنار، این هم خوبی داره هم بدی داره، باعث میشه که خب خیلی از بیماری ها با هزینه کمتر و سریعتر درمان بشن، دسترسی شبکه‌ای به چی؟ به پزشک به نوعی یا به درمان در اصل بخوایم بگیم. اما مشکلاتی هم داره که توضیحش رو دادم. حالا چه ربطی با زکریای رازی داره؟ ما بذاریم یه پرانتز هم اینجا باز کنم. یکی از دوستان به نام نیتاپیس، البته نام کاربریشون نیتاپیس هستش، حالا نیتا فکر میکنم توی زبان رومانیایی به معنی بامداد و صبح میشه، پیسش اگه حالا معنی انگلیسیش رو بگیریم احتمالا میشه نام کاربریشون، خودشون حالا توضیح بدم برامون بد نیستش بدونیم، نام کاربریشون احتمالا معنی صبح آرامش بخش و صبح صلح‌آمیز و یه همچین معانی باید داشته باشه که گفتم اگه دوست داشتن برامون بنویسن تو کامنت ها. اما ایشون برامون تو ویدیو قبلی که ویدیو خیلی سطحی بود از دید باز یه کاربر دیگه ای که راجبش یه ویدیو خاصی خواهیم ساخت توی بخش ویدیوهای پرسش با صفحه کامنت ها، ایشون این دوستمون نیتا پیس اومدن گفتن که روز بخیر، سوالی که برای من مطرح شد این است که مگر فقط دختران زشت یا معلول در بابل وجود داشته؟ چرا حرفی از مردان زشت و معلول نیست؟ این توی ویدیو قبلی بود که راجب همسریابی بود، که راجب همسریابی اون زنان و دختران زشت و یا خوشگل و اینها بود، بازار زن فروشی، که حالا یه پاسخی بهشون دادم راجع به این بخشش توی کامنت ها هست، میتونین بریم ببینید. اما بخش دوم صحبتشون اشاره به برنامه امروز داشتن، یعنی اومدن یه پاراگراف جلوتر رو از تاریخ هرودوت خوندن و این توضیح رو برامون نوشتن. آن صفحه‌ای که در مورد درمان بیماری در بابل نشان دادید که هر کس مریض بود را بیرون خانه میگذارن تا رهگذران ببینن، من شنیدم که مردم به طور مرتب در میدان شهر جمع میشدن و با هم در مورد تجربیات و راهکارهایی که در مورد مشابه به کار بستند و خوب شدن تبادل نظر میکردن. با الهام از این یک ایرانی به نام علی پارسا در انگلیس سیستم هوشمند بابلون هلس کر را بنیانگذاری کردن. جناب آقای یا خانم نیتا پیس اشاره کردن به یک سیستمی که از همین مطلب هرودوت، گزارش هرودوت استفاده کرده، سیستم شبکه‌ای در است. اما تفاوت‌های عمده‌ای با سیستم شبکه‌ای هرودوت، اون چیزی که تو بابل بوده، داره این داستان که جناب آقای علی پارسا در سال 2013 توی انگلستان این اومدن این سیستم اپلیکیشنی رو اومدن ابداش کردن و ارائه کردن که یه کمک خیلی زیادی به سیستم NHS انگلستان کرده، همین بابلون هلث‌کر، و یه خدماتیه که باعث شده که خیلی از هزینه‌ها برای هم مردم، اونایی که مریض هستن و نیازی به تجویز یا ویزیت پزشکان دارن، این باعث شده هزینه‌های اونها یه مقدار زیادی کم بشه، تو بعضی موارد اصلا به صفر برسه، چون فکر میکنم NHS هم، یعنی اون سیستم ملی بهداشت انگلستان هم، فکر میکنم با این بابلون هلث‌کر همکاری داره، یه جوری بیمه تامین اجتماعی اونها میشه. بعد این سیستم تفاوتش با سیستم بابل اینه که یک سیستم شبکه‌ای بین متخصصین پزشک
یعنی بین پزشکان و کسانی که تخصص پزشکی دارن با چی؟ با مردم و مراجع کنندگانی که خدمات میخوان برقرار میکنه. و با سیستم بابلی این تفاوت رو داره که تو سیستم بابلی هرودوت میگه پزشکی نیست و من شهروند عادی مریض شدم، تجربه خودم رو با نفر بعدی باید به اشتراک بگذارم. این تفاوتش تو این هستش، این رو باید در نظر داشته باشیم. ولی داره از یک سیستم شبکه‌ای استفاده میکنه که این وجه مشترکیشه. اما اون چیزی که در ارتباط با زکریای رازی خدمتتون میخوایم عرض بکنیم دقیقا همین مورد هست که در ارتباط با مردم و مردم قرار عمل بکنه و یک سیستمی هستش که در جامعه ارائه میشه و خیلی قبل‌تر از این ابداعاتی که میبینیم توی قرن اخیر توسط باز یک ایرانی دیگه صورت گرفته در انگلستان، میبینیم که توسط زکریای رازی صدها سال پیش در ایران و در سرزمین وسیع مسلمانان این خدمت ارائه میشه. اما اون خدمت چیه؟ کتابی است به نام من لا یحذره طبیب که محمد زکریای رازی در زمینه پزشکی نوشته. اما کتاب معروف به طب الفقرا و معنی کتاب هم به زبان فارسی این هستش که رازی برای کسانی که دسترسی به طبیب ندارن که معمولا همون قشر فقیر و ضعیف جامعه محسوب میشن، میاد چیکار میکنه؟ یک سری دستورالعمل‌های عمومی رو در ارتباط با پزشکی توی این کتاب قرار میده که هر کسی با خوندن اون میتونه بسیاری از مرضها و بیماری‌های عمومی رو که باش درگیر میشه درمان کنه. و در اصل اون کتاب رو در برابر کتاب طب الملوکی که برای شاه‌ها و اشراف نوشته شده تهیه میکنه. رازی تو مقدمه خود این کتاب میگه که یه دانشمندی، یه فرد برجسته‌ای برای خیر و صلاح مردم از من خواست که رساله مختصری در باب درمان بیماری با غذا و آشامیدنی‌های موجود در هر مکان که دسترسی به طبیب نیست تألیف کنم. من نیز این خواست او را اجابت و کتاب من لا یحذره طبیب را تألیف کردم. اما در اصل جناب آقای رازی میاد با این شیوه یه مقدار اون شیوه های سنتی که مردم از همون فرهنگ بابلی داشتن و اون تجربیات خودشون رو با همدیگه در ارتباط با درمان بیماری های خاص و غیر خاص به اشتراک میگذاشتن، یه مقدار میاد سازماندهی میکنه و مرتب و تمیزش میکنه. و خود این مسئله، یعنی کتابی که جناب آقای زکریا نوشتن برای فقرا، یه نکته ریز دیگه هم داره. این نکات ریز رو الان من توضیحش میدم، ولی در اصل نباید این کار رو زیاد انجام بدیم. برای چی؟ برای اینکه با اون سیاست کلی کانال و تیم خدای نامک در تضاده که ما بیایم همه اون اطلاعات و خروجی ها و مطالب رو همینجوری راحت در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. برای چی؟ برای اینکه در اصل ما هدفمون، یکی از هدفهامون اینطوری بگم بهتره، در خدای نامک تربیت نفرات و نیروهایی هستش که در حوزه تاریخ میخوان در آینده نقش آفرینی بکنن و قرار این مسیری که ما شروع کردیم و البته شروع کنندش هم در اصل ما نیستیم، اینطور بگم بهتره، چون حق خیلی از کسانی که پیش از ما این کار رو شروع کردن حالا بالا پایین زیاد داشتن، ولی اونها نقش ابتدایی و گامهای اولیه رو برداشتن، نباید نادیده بگیریم. بله، این کاری رو که اون هدفی رو که ما داریم تربیت نیروی هستش که قرار ادامه دهنده این راه باشه و تجربیات خودمون رو میخوایم در این زمینه منتقل بکنیم به نیروهای جدید. و به همین خاطر شما نباید توی حوزه تدریس و تعلیم و تربیت بیاین و لقمه رو آماده و حاضر در اختیار فرد بذارین، یا همون داستانی که عنوان میکنن ماهی رو به طرف ندید، ماهی گیری یاد بدین خیلی بهتره و بیشتر به کار اون طرف میخوره. و تو این حوزه ما نباید بیایم و خروجی کارها رو همینجوری در اختیار، خروجی تحلیل هامون رو راحت در اختیار شما بذاریم، همشو، یه بخش زیادیشو در اختیارتون قرار میدیم، ولی همشو نباید به اشتراک بگذاریم و بعد خیلی جاها فقط سرنخ‌ها رو به شما بدیم تا شما رو وادار بکنیم از همون مسیرهایی که باید برید و به نتیجه برسید
برید و امتحان بکنید، خودتون تمرین بکنید تا به نتیجه برسید. اما به خاطر اون صحبتی که حالا یکی یه بنده خدای ستینگری که عاشق شمشیربازی هم هستش، شمشیربازی های تاریخی، این واسه ما یه کامنتی گذاشته بود زیر همین ویدیو، باز ویدیو قبلی منظورمه. من تصمیم گرفتم که این مطالب رو، جزئیاتش رو هم به شما بگم که بفهمید فقط همین سطر رو نباید ببینید، همین نکته‌ای که به شما میگیم رو نبینید. پشت این مطالبی که به شما میگیم، هر کلمه و واژه‌ای که به کار میبریم، کلی داستان و مطلب هست و تحلیل‌های مختلفی رو میتونید روش برین. حالا تحلیل این مطلب چیه؟ نکتهش چیه؟ ببینید جناب آقای رازی کتاب رو برای چه قشری می‌نویسه؟ برای قشر فقیر جامعه. خب چه چیزی رو میتونیم از این مطلب برداشت بکنیم؟ یک، در دوران جناب آقای رازی فقرا و عموم مردم، اینطوری بگم، دسترسی به کتاب داشتن. یعنی این کتاب میتونسته در اختیار عموم مردم قرار بگیره و عموم مردم از اون بهره ببرن. یک، اینکه تعداد کتاب و نسخه هایی که از یک کتاب تهیه میشد در زمان جناب آقای زکریای رازی باید به حدی باشه که این کار اصلا به صرف انجامش. و نکته بعدی هم این که همونطور که گفتم، بخش علم و دانش انحصاری نبوده. یعنی همونطور که کتاب طب الملوک در اختیار ملوک قرار می گرفته، کتاب طب الفقرا هم میتونسته در اختیار فقرا قرار بگیره. و در کل کتابت یک امر کاملا آزاد و بازی بوده در جامعه اون زمان زکریای رازی. و همزمان با همین بازه زمانی، ما در غرب شاهد این هستیم که مردم به غیر از تک و توک که دسترسی به انجیل فقط دارن، یعنی یک کتاب مقدس در اروپای متمدن و این باقی وحشی که ازش صحبت میکنن امروزها، این سران اروپایی، این وحشیای، البته وحشی منظورم سرانمون کشور هستش نه مردمشون، این وحشی ها، این صحبت هایی که میکنن راجع به باغ و باغ و وحش و از اینجور مزخرفات، در اون زمان اجدادشون تو اروپا دسترسی و فقط نهایت به یک کتاب انجیل داشتن. و در اینجا میبینیم که انواع اقسام کتب و مطالب علمی و غیر علمی دست به دست هم می شده توسط کلیه مردم یک جامعه. این نکته خیلی ریزیه که از فقط همین طب الفقرا شما میتونید برداشت بکنید. پس به این موارد خیلی کوچیک و بی اهمیت به ظاهر باید خیلی توجه هم بکنید و داشته باشید. که حالا در ارتباط با مطلب سطحی همسریابی در بابل باستان که ویدیو قبلی گفتم، هم نکاتی رو میگم که یعنی بازش میکنیم که متوجه بشین اصلا داستان اون همسریابی رو برای چی ما باز کردیم و روش تاکید کردیم و استاپ کردیم. بخاطر اینکه مسئله خیلی مهم در ارتباط با جغرافیا و پیوندهای جغرافیایی باستان داره و یه مسیر مهاجرتی رو میتونه به ما نشون بده. در ارتباط با، حالا بذاریم برسم بهش، راجبش صحبت میکنم. اما همونطور که دیدیم توی این بخش، ما چه در گذشته دور توی زمان جناب آقای زکریای رازی، چه امروز، میتونیم از یک سیستم اشتراکی که تو بابل باستان هم شبکه‌ای، اینطوری بگم بهتره، یک سیستم شبکه‌ای که مردم در اون شریک هستن استفاده بکنیم. برای چی؟ برای اینکه خدمات درمانی یا خدمات دیگر رو بتونیم به سهولت و هزینه کم، با هزینه کمتری به اشتراک بگذاریم. و این خیلی بار زیادی رو میتونه از رو دوش بخش ضعیف جامعه برداره. اما هرودوت تو ادامه صحبتش میاد راجع به چی صحبت میکنه؟ یه رسم دیگه بابلی ها صحبت میکنه. آنان اجساد مردگان خود را به عسل آغشته و سپس دفن میکنن. برای چی این کارو میکردن؟ برای اینکه مومیایی بشه، چون عسل یه خاصیت مومیایی داره و باعث میشه که اون جسد، پوست و اینها سالم بمونه. و آوای زاری و سوگواری آنان بسیار به مصریان شباهت دارد. بابلی ها با مصری ها،
یادتونه تو برنامه قبلی راجع به پیوند یا شریک استراتژیک بابلیا یا آشوری ها درس بگیم، تو هرودوت بیشتر منظورش آشوری هاست. آشوری ها رو بهتون گفتیم، خدمتتون عرض کردیم که کی بوده؟ مصری ها بودن، در اون برنامه که راجع به نیتوکریس مصری و بابلی صحبت کردیم. اینجا هم دوباره یه پیوند دیگه میبینیم که حالا این اشتراکات باز برمیگرده به این همین اتحادی که بین این دوتا از قدیم الایام بوده و مشترکات زیادی داشتن. به هر حال دوتا متحد قدیمی پیوندهای فرهنگی زیادی هم با هم خواهند داشت. اما ادامه میده، میگه وقتی مردی بابلی، حالا این داستان اشغولانه های بابلیه این قسمتش که جذابه و یه نکته خیلی خیلی ریزی هم داره در ارتباط با اعراب بدوی و سوسمارخور. هرودوت میگه که وقتی مردی بابلی با زن خود در می آمیزد، بخور خوشبو می سوزاند و خود را پاک و مطهر می سازد و زنش نیز چنین می کند. خب قبل از اینکه اینجا بچه ها اگه سنشون پایینه گوش ندن خواهشن، در هنگام آمیزش جنسی بین عشاق در بابل باستان یه بخور میدادن، یه عودی چیزی رو میسوزوندن که فضا معطر بشه، رمانتیک بشه به نوعی، و همینطور چیکار میکردن؟ باید بدن خودشون هم تمیز میکردن، پاک و مطهر میشدن، هم مرد هم زن. و سپس باید صبح روز بعد هر دو سر و تن بشویند، زیرا پیش از این کار اجازه دست دادن به هیچ یک از ظروف خانه را ندارند. یه قراری هم گذاشته بودن بین خودشون، یه رسم خوبی هم داشتن که بعد از این آمیزش جنسی هم که خب مسلماً باعث یک سری تعرقات و از اینجور موارد و یک سری میشه گفت ناپاکی ها هستش، این رو باید چیکار کنن؟ دوباره برن تن و بدن رو بشورن تا اجازه داشته باشن به ظرفا و وسایل خونه دست بزنن، و اینا اگه خودشون رو پاک نکنن اجازه این کار رو ندارن. خب شما می‌بینید که سطح نظافت و پاکی توی این مسئله رو در بابل باستان که قلب ایران شهر بوده، همونطور که بارها تو ویدیوهای مختلفم بهش اشاره کردیم، اینجا می‌بینید که این فرهنگ چقدر نزد بابلیان باستان مهم بوده. و خب شما برای این که تمیز باشین اینو نیاز به آب دارید و مواد شوینده، پس یک درجه بالای اون زمان شما از وسایل و امکانات بهداشتی از آب گرفته، آب حالا تمیز یا نیمه تمیز بگیریم برای حداقل استحمام، شما برخوردار باشید. حالا نکته جالب اینجاست که تو همون زمان که هیچی، همین امروز هم تو اروپا ما این فرهنگ رو نمی‌بینیم که درست حسابی رعایت بشه، در حالی که خب بین ایرانی‌ها اونایی که حداقل به سنت قدیمی پایبند هستن می‌بینیم که این فرهنگ هنوز هم هست، فرهنگ نظافت قبل و بعد آمیزش جنسی. اما در ارتباط با اروپایی‌ها ما امروز هم شاهد نیستیم و اینو میتونید از حالا فیلم هاشون و اون کسانی که با فرهنگ اروپایی ها از نزدیک بیشتر آشنا هستن، اونجا رفت و آمد داشتن یا زندگی میکنن، اینو میتونید پرسجو بکنید و اطلاعاتتون رو تو این زمینه کاملا بکنید. اما نکته جالب، یک خط و جمله خیلی خیلی کوتاه از هرودوت هستش، باز یه نکته خیلی مهمه، خیلی عمقیه، سطحی نیست. این تیکه‌ای که به اون دسته از کسایی که فکر میکنن برنامه ما خیلی سطحیه و اگه راجع به مثلا مسئله جنسی صحبت میکنیم داریم راجع به مسئله سطحی صحبت میکنیم و همش باید راجع به شمشیر و شمشیربازی و جنگ ایران و روم و ایران و یونان و شکست‌ها و پیروزی‌ها و این جنگ‌بازی‌ها صحبت کنیم. نه، این مسائل که داریم خدمتتون ارائه میکنیم اهمیت خیلی زیادی داره که حالا بعد از این برمیگردم به اون مطلب ویدیو قبلی که بگم داستان چی هستش. اینجا هرودوت میاد میگه تو یه خط، یه خط 4-5 کلمه ای، اعراب نیز چنین رسمی دارند. کدوم یکی از محققین، مفسرین ایرانی، غیر ایرانی، ژاپنی، چینی، بنگلادشی، هندی،
اومدن رو این مسئله به همین کوتاهی و بی اهمیتی بیان دست بذارن و خط قبلیش رو هم در کنارش ببینند، یعنی همون چیزی که راجبش صحبت کردیم، یعنی مسئله بهداشت در بابل باستان اون موقع 2500 سال پیش رو داریم صحبت میکنیم، 2500 سال پیش چنین رسم متمدنانه‌ای برای معاشقه بین یک زن و مرد در بابل باستان بوده و هرودوت میگه اعراب نیز چنین رسمی دارند. حالا با اون تصویری که از اعراب توی ذهن شما ساختن، آیا این سازگاره؟ عرب بدوی سوسمار خوره دیگه، چجوری میگن شتر سواره، پاورهنه، هیچی ندار، آیا با این سازگار راهزن؟ چیزی که توی ذهن همه ما از اعراب، وقتی ما، من ایرانی حداقل وقتی صحبت از اعراب میشه یه همچین تصوری دارم، دقیقا مثل همون تصویرسازی که امروز از مسلمانان در جامعه غربی شده یا کلا در دنیا شده. و وقتی صحبت از مسلمان میشه شما یک کسی رو که انقدر مثل من ریش داره، یه خورده بیشتر البته، و یه جلیقه انتحاری هم به خودش میبنده و الله اکبر گویان میره و خودش منفجر میکنه، شما یک کمچین تصویر رو هم مسلمان دارید، در حالی که خب مسلمان میدونیم، حداقل من و شمایی که مسلمان هستیم یا حالا نیستیم، با مسلمان ها زندگی کردیم، توی یک کشور اسلامی زندگی کردیم، میدونیم که مسلمان ها همه این نیستن. ولی خیلی جالب، دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتشون جوری برای ما جا انداخته که عرب رو وحشی و بدوی و اینها میدونیم و بی تمدن کامل، این نشانه های تمدنه که عرب داشتن، و از اون طرف هم همونطوری که امروز میبینیم مسلمون رو کلن یه موجود انتحاری. اما همونطوری که حالا توی ذهن ما جا افتاده، یعنی ما یک طیفی از عرب رو، یک طیفی که 100% همه جوامع بالا پایین دارن، مثل این میمونه که مثلا من توی تهران زندگی میکنم، شما بیای تهرانی رو، توی تهران هم چیز داریم، کارتون خواب داریم، هم کسی که کاخ نشینه، خونه‌ای داره که سر و تهش معلوم نیست و فشتا ماشین آنچنانی و بروز و که توی خود اروپا و غرب هم، یعنی صاحبان کارخونه های تولید کننده اون ماشین ها هم این تعداد ماشین رو ندارن، دارن، یعنی ثروت آنچنانی در تهران ما یه همچین افرادی رو داریم و یک سری هم داریم که کارتون خوابن یا گور خوابن حتی. خب وقتی میگیم تهرانی منظورمون اینه یا اونه؟ خب مسلمان منظورمون جفتشه، یعنی باید جفتش رو تهرانی در نظر بگیم و تهرانی شامل یک طیفی از افراد از بالا تا پایینه، از دکتر، نونوا، بقال، راننده، معلم، فرهنگی، غیر فرهنگی، لات، اراذل، روباش و همینطور متخصص و غیره رو شامل میشه و همه اینا میشن یه تهرانی. در مورد عرب هم وقتی تاریخ رو میخونیم، تاریخ رو بخونیم نه تفسیر یه سری نادون رو، میبینیم که عرب شامل عرب بدوی، عرب یک جانشین، عرب راهزن، عرب سوسمارخور، عرب چلو کبابخور و کلن طیف مختلفی از عرب رو ما مثل همه جوامع شاهدیم، درست مثل کردها که یک جانشین دارن، کوچنشین هم دارن، لورهایی که یک جانشین دارن، کوچنشین دارن، ایلامی هایی که همینطور، و پارسیانی که به همین صورت قبایل کوچنشین و یک جانشین و بالا و پایین بشن. پس اینجا باید بهتون تأکید بکنم دوباره، وقتی منبع تاریخی رو میخونید حتما نیاز نیست شما 500 تا کتاب بخونید، در حالی که عاجز هستید از درک و فهم یک خط کوتاه. پس بهتره که اگر کتاب یا منبعی رو میخونید، اون منبع رو هر چند کم ولی با دقت بسیار بالایی بخونید. البته اگر میخواید کار تاریخ رو در پیش بگیرید و تو این حوزه فعالیت بکنید. و بریم سراغ اون صحبت اون عزیزمان که یه متلکی به ما انداخته بود در ویدیو قبلی. این آن دوست، نیمچه دوست، نیمه عزیز، جناب آقای
اسمشون چی هستش، ولی با نام کاربری فهره گنبر یا همچی چیزی، حالا تلفظش نمیدونم چی هستش، میاد یه کامنتی رو برامون میذاره که اون کامنت رو حالا یا خودشون پاک کردن یا یوتیوب پاک کرده چون اون کامنت رو پاک نکردم. یه کامنتی میذاره که این سطحی نگره چیه، کانال شما داره تاریخ ایران رو خیلی تنزل میده به بحث‌های پیش پا افتاده همسریابی و شوهریابی و اینجور چیزها، برید بپردازید به تاریخ پیش از اسلام. یعنی ما با دو دسته، دو طیف خر روبرو هستیم، یک سری خران مربوط به پیش از اسلام و یک سری خران مربوط به پس از اسلام. یعنی ما دو دسته، ما خدا نمیکنه متاسفانه با دو طیف خر روبرو هستیم، یکی خر باستانگراها و یکی خر مذهبی ها، که اون دسته اول میگن که فقط ما چیز داریم، تاریخ قبل از اسلام داریم و بعد از اسلام یه نمونهش رو فقط همین جلوتر گفتم، رازی و اینها توی دوران اسلامی هستش. حالا بگیم مثلا رازی مسلمون نبود، در حکومت اسلامی به این دستاوردها رسیده، حالا چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم. و خیلی دانشمندان و بزرگان دیگه مثل ابو ریحان و ابن سینا و و و و, و. یه تاریخ، اینها میگن تاریخ قبل از اسلام فقط درخشان بوده، پرشکوه بوده و ایران فقط قبل از اسلامش قشنگه. یه دیم این خرمذهبی ها میان میگن که ما قبل از اسلام هیچی نداشتیم، تعطیل بودیم، کلن جاهل و جاهل بودیم، آدم میخوردیم، هم دیگر میکشیم، این برمور رو غارت میکردیم و فقط بعد از اسلام. ببین این دو طیف خر، حالا پوزش میخوام ازتون که این واژه رو به کار میدارم، ولی واقعا ما با یه همچین موجوداتی سر کار داریم. حالا این آدم میادش که توی این کامنتش میاره ما تاریخ قبل از اسلام داریم که در مورد نبردهای ایران و روم و ایران و یونان و اینها صحبت کرد، شما با پیش کشیدن این مبحث شوهریابی در ایران و باستان تاریخ ایران رو تنزل دادید، باعث سطحی نگری جوانان و نوجوانان و خردسالان و کودکان و نوزادان ما میشید. و حالا شانس بودیم که به کهنسالان، ما هیچ روی کهنسالان تأثیر نداریم، اما یه همچین کامنتی رو می نویسن و پاکم میشه. حالا نمیدونم یوتیوب پاکش کرده، کلمه رو تشخیص داده مثلا مشکل داره، توهین‌آمیز بوده یوتیوب پاک کرده، یا اینکه خودشون پاک کردن. من تو پاسخشون میام میگم که بذاریم پاسخ و اینا رو میریم توی اون ویدیو پرسش و پاسخ بهش میپردازم، اینجا بازش نکنم طولانی میشه الکی، بریم راجع به سطحی و عمیق. یعنی یه تاریخ عمیق صحبت میکنه، ما باید کانال عمیقی باشیم، عمیق صحبت کنیم که راجع به عمق بتون یه چند تا نکته رو توی ابتدای برنامه تا اینجا گفتم. و گفتن این همسریابی یه چیز سطحیه، در حالی که شما سطحی نگر هستی دوست عزیز، و البته اگه بتونم بهتون عزیز بگم و مطالبی که به خدمت شما ارائه کردیم، و فقط هم شما نبودین، خدمت خیلی از عزیزان این مطالب رو عرضه میکنیم، اینها مطالب سطحی نیستن، شاید ظاهر سطحی داشته باشن، شاید به نظر شما از کمر به پایین باشن فقط و کمر به بالا نباشن که شمشیر تو دستمون بگیریم، شمشیر بازی داستان داره، شاید اینطوری نباشه به ظاهر، این اون سطحی که شما میبینین، ولی واقعا عمیقه و عمق داره. حالا این که شما نمیبینید نمیشه که ما صحبت یا حرف یا برنامه سطحی رو ساخته باشیم. مطلبی که توی ویدیو قبلی راجعش صحبت کردیم، یکی این بودش که ما در ارتباط با همسریابی و یه سنتی که مورد پسند جناب آقای هرودوت بود، توی این دوتا برنامه هرودوت از دو فرهنگ خیلی خوب و رسم خیلی عالی بابلیا صحبت میکنه، یکی این مورد پزشکی بود که خردمندانه میدونه، و شما رسمی رو که خردمندانه بدونید این رو ازش الگو میگیرین، یه رسمی رو خوب بدونین الگو میگیرین، یه چیز طبیعت انسانه، رسم خردمندانه من ازش الگو خواهم گرفت. حالا این نکته ریزی بود که شما و امثال شما نمیبینیدش. یعنی چی؟ یعنی اینکه
یک رسم خردمندانه که هرودوت و نوادگانش، که بارها تو ویدیوهای قبلی راجع به نوادگان امروزین هرودوت ما صحبت کردیم و گفتیم غربی ها نوادگان امروزی هرودوت هم. حالا این رسمی که هرودوت راجع بهش صحبت میکنه، خودش هم عنوان میکنه که چی؟ بعد از هخامنشیان که میان این رسم دیگه ملغا میشه و بابلی ها این رسم رو دیگه انجام نمیدن، برای اینکه حالا این توجیهی که هرودوت میاره در حالی که جلوتر میبینیم که این توجیهش مزخرفه، این تو برنامه بعدی خواهیم دید. میگه که آره، برای اینکه دخترانشون دیگه بیرون از اون قبیله خودشون و قوم خودشون نرن، یعنی غریبه ها نتونن بیان این دختران رو بخرن و ببرن با خودشون، آزار و اذیت بدن و اینها، برای اینکه اینها خارج از بابل نشن، اینا اومدن این رسم رو عوض کردن دیگه. این رسم انجام، این رسم خردمندانه انجام نمیشه. اما نکته جالب اینجاست که ما از تحقیق در مورد این رسم، بررسی این رسم، میتونیم به یک سری مشابهات در دنیای امروز برسیم. یکی که کلن اصلا همون رسم قدیمی بابلیه و در شهری به نام آسترا زاگورا، که آستاراش یا استارا در پیوند با استر و ایستر و تیشتر و ونوس و آفرودیت و این هاست، اگه نمیدونین اینا کیا هستن، ویدیوهای مختلفی رو که ما در ارتباط با این الهه ها ساختیم رو حتما ببینید تا متوجه بشین داریم راجع به چی صحبت میکنیم. و این شهر آسترا زاگورا در بلغارستان امروزی، یعنی به نوعی استان یا والی تراکیه، که عزیزان مفسر غربی میگن تراکیه باستانی همینجا بوده، یعنی توی بخش بلغارستان امروزی، همین نواحی یه مقدار بالاتر از یونان امروز تا نواحی بلغارستان رو تراکیه ها تشکیل میدادن. ما میبینیم که این داستان، یعنی داستان بازار عروس فروشی، همین امروز در این شهر در اولین شنبه روزه بزرگ، که حالا دوستان ارتدوکس، ارمنی ارتدوکس میدونن که این رسم چی هستش، در اولین شنبهش در این شهر ما شاهد یک بازار و مارکتی هستیم که توش عروسان جوان و باکره، مخصوصا دختران باکره، باید باکره هم باشن حتما، عروسان باکره همونطور که هرودوت گزارش میکنه در این روز توسط خانواده هاشون به فروش میرسن و شوهرهای خودشون رو برای آینده انتخاب هم خودشون میکنن هم شوهرها انتخاب میکنن و پولی رو به خانواده ها میدن و عروس رو میخرن و به خونه بخت میبرن. و با یه سرچ ساده توی اینترنت شما میتونید به این مسئله برسید، به این اطلاعات رو به دست بیارید. اما این مسئله فقط این فرمت قدیمی رو نداره و دقیقا مثل همون داستانی که جناب آقای علی پارسا توی بابلون هرسکر خودشون، اپلیکیشنی که ایجاد میکنن، کمپانی و شرکتی که درست میکنن، ما کمپانی های همسریابی رو که از طریق فضای مجازی و اینترنت و اپلیکیشن و اینها کار همسریابی و عشقیابی رو برای شما انجام میدن، یا یعنی برای همه انجام میدن و زوج و نیمه گم شده شما رو پیدا میکنن رو هم امروز داریم که فرم مدرن شده ایم هست و مبتکران این باز فرهنگ که شاهدش هستیم در چیه؟ در دنیای غرب ما شاهدیم. یعنی چی؟ یعنی همین نوادگان فکری جناب آقای هرودوت. یه نکته خیلی خیلی ریزی در این مسئله که توی برنامه قبلی راجبش صحبت کردیم بود که همونطور که گفتیم خیلی خیلی ساده شما میتونید فقط سطر رو ببینین و عمق داستان رو متوجهش نشین و مسلمن به عزیزانی مثل این فرد که سطحی نگر هستن و تجربه زیادی ندارن، پیشنهاد میکنیم که زیاد وارد عمق هم نشن، چون ممکنه خفه بشن و بهتره که فعلا شنا کردن در سطح رو بیاموزن درست. وقتی که شناگر ماهری در سطح شدن، بعد کم کم میتونن وارد اعماق هم بشن. و این
کل اون مطلبی بود که توی این جلسه و این برنامه میتونستم خدمتون ارائه بکنم. میدونم یه ذره تایمش زیاد شده، حاشیه هم زیادش، ولی فکر میکنم لازم بود که بعضی نکات رو حتما با هم بررسی بکنیم. پس یادمون باشه اعراب همشون جاهل، همشون وحشی، همشون راهزن نبودن و عربی داشتیم که متمدن هم بودن. تو ویدیوهای ساسانیان هم بارها ما تاکید کردیم که شاهزادگان ایرانی مثل بهرام گور و اینا توسط یک سری از قبایل عربی بوده که تربیت می شدن و اینجا باید بگیم که آیا شاهان ساسانی انقدر بیشور بودن که خانواده شاهی بعدی رو، ولیعهدهای خودشون رو میسپردن دست اعرابی که تمدن نداشتن؟ و میبینیم که این دقیقاً وارونه کردن تاریخ بوده توی ذهن ما که ما یک تصویر غلطی از اعراب داشته باشیم و همه اعراب رو یک سری اعراب وحشی راهزن بادیه نشین سوسمارخور در نظر بگیریم، در حالی که اینطور نبوده و نیستش. و نکته بعدی هم این که حواستون باشه کمترین و کوچکترین اشاره هایی که ما در خدای نمک میکنیم پشتش کلی داستان و حرف هستش، مثل همون چند تا کلمه‌ای که امروز گفتیم و هنوز هم کلی مطلب هست مونده که در ارتباط با همین داستان زن و زنیابی و این بازار عروس فروشی براتون بگم که توی اون ویدیوی خاص اون مطالب رو هم خدمتون ارائه میکنم. دیگه حرفی نمیمونه جز این که همگی شما عزیزان رو به ایزد منان بسپارم. تا درودی دیگر، بدرود.